خاطر بسپاریم که همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است، آرام، بی صدا و همیشگی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستای نازنین، سلام. امیدوارم همگی شما در هر جایی که هستید جور باشید، سلامت و خوشحال و موفق باشین. دوستای نازنین، امروز سه شنبه تا دیدم به بسیار خوبی و خوشی سپری کرده باشین و خیلی خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم و مهمان خانه هایتان هستیم. دوستا خیلی زود خوش آمدین در برنامه خودتان و داخل لحظات با ما باشین. قشنگترین حس دنیا زمانی است که یک اتفاق خوب برای ما میافتد و مطمئنم که او اتفاق خوب یک پاداش از طرف خدا برای ما بوده است. پس خدا را سپاسگزار باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به دوستای نازنینیم، دوستای خوبیم. انشالله که جور و صحتمند باشید و آغاز سه شنبه را با خوبی و خوشی تا دم سپری کرده باشید. بله شکیلا جان، ما خودت که خدا رو شکر خیلی خوب هستیم و آرزوی ما است که دوستای ما همچنان از گزند روزگار و از مریضی ها و از سردی ها دور باشن و صحتمند باشن، چون ما همیشه میگیم هوا سرد است مواظب باشیم. پس هوا واقعا سرد است، زمستان است، پس ما همگی ما لباس های گرم بپوشیم و متوجه صحت ما باشیم، چون صحتمندی مایه است که ما ثروتمند هستیم و ما همیشه وقت صحتمند باشیم دیگه نیازی به دیگه چیزو زیاد نداریم. بعد اگه مریض شویم دیگه بسیار برای ما سخت نگذره شکل آجام. بله ما بارها به دوستای نازنین ما گفتیم که مواظب خود باشه. درست دوستای خوبیم و همچنان مریم جان، ما تو باز هم در روز سه‌شنبه قرار داریم و آیتم‌های خیلی خوبی هم داریم. درسته؟ بله. شکیلا جان، قبل از اینکه بریم طرف موضوعات برنامه که چی آیتم‌های داریم خود دوستای ما میفهمن. اول خوب است که درباره فیسبوک برنامه بر دوستای ما باز هم بگوییم تا اینکه دوستای ما بتونه عکس‌های مقبولشون برای ما روان کنه. دوستای نازنین، میریم طرف فیسبوک برنامه. فیسبوک ما را چیکار میکنن؟ پیدا میکنن کودک نوجوان، در فارسی نوشته میکنن کودک نوجوان واو نمیتین و بعد از ما رو پیدا میکنین. میتونین که پست های ما رو ببینین، نظریاتون رو با ما شریک بسازین، لایک کنین، شیر کنین و همچنین که عکسای مقبولتان، عکسای زیبایتون هم برای ما روان کنین با کمره خیلی خوب و شفاف و زیبا. دیگه که مشخصاتتان، نامک زیبایتان و دیگه که چند ساله هستین، دیگه از کجا برای ما عکس اون کن کلیش برای ما روان کنین تا اینکه ما دایتون شکوفه ها براتون نشر کنیم و دوستای جدید پیدا کنین. دوستان بله دوستای خوبم و همچنان یوتیوب برنامه که شما میتونید در جایی که سرچ میزنین در اونجا در انگلیسی نوشته کنین تمدن تیوی و در اونجا میتونین برنامه هایی که قبلا ما داشتیم میتونین ببینید. بله دوستان میتونه که وقتی که تمدن تیوی در انگلیسی نوشته کردن کل برنامه های ما رو میتونه ببینه که قبلا همگیشان نشر شده بود. ممکنه شکیلا جان ممکن دو روز ما بیکار نباشیم برنامه نتونیم ببینیم، پس میتونن که از یوتیوب برنامه کل برنامه ها رو ببینن و ما رو دنبال کنن همیشه. بله. چون برنامه از دوستای ما هست. بله مریم جان، ما خودت گفتیم امروز روز سه شنبه هست. بله. و ما باز هم در روز سه شنبه پیش دوستای ما آمدیم و همراه یک چیز آمدیم. دوستای خوبم، همراه با یک پرنده خیلی زیبا آمدیم و میخوایم به شما معلومات بدیم. شکیلا جان، خب گفتی که میخوایم امروز درباره پرنده خیلی زیبا و دوستای ما معلومات بگیم تا که معلومات کلیگی ما بالا بره. اما دوستای ما میفهمه که در روزهای سه‌شنبه ما تو چی داریم؟ چه گفتی؟ آفرینش داریم که درباره خلقت خداوند صحبت میکنیم و ما انسان ها شاید قدر نداریم که تمام چیز خود ما معلومات بگیریم و پیداش کنیم. به خاطر است که به نوبت پرنده خیلی زیبا باشه، حیوان خیلی زیبا باشه، خلاصه که موجودات که خیلی زیبا هستن ما چیکار میکنیم؟ معلومات میگیریم و درباره‌اش میگیم تا اینکه معلومات همگیمو بالا بره. و همچنین که روزهای سه‌شنبه مایتون چی داریم؟ نقاشی داریم که نصیبه جان برای ما و شما یک نقاشی یا رسامی خیلی زیبا میکشه و ما و شما میتونیم یاد بگیریم. بله و دوستان نازنین ما کوشش کنن تا آخرین لحظات برنامه با ما باشن. بله شکیلا جان، پیش از اینکه بریم شروع کنیم موضوع برنامه که بله. درباره‌اش چی ویژگی ها داره پرنده و با کدام رنگ ها هستن و چه گونه هایی داره، خب بله. از که اول نامش بر دوستای ما بگویم که نام پرنده چقدر زیبا هست. امروز میخوایم که در مورد پرنده بهشتی معلومات بگوییم. بله قسمی که از نامش معلوم است خیلی یک پرنده زیبایی هست و همچنان دوستای نازنینم که میتونن در تصویرم این پرنده خیلی زیبا را میتونن ببینن. بله شکیلا جان، به خاطر همین میگه پرنده بهشتی، یعنی که پرنده که فوق العاده چیز زیبا هست، فوق العاده بی‌نظیر هست و واقعا وقتی ما طرفش میبینیم خیلی خیلی زیبا هست که هر انسان را مجذوب خودش میکنه که واقعا خیلی زیاد زیبا هست. بله دقیقاً. پس بریم طرف معلومات. بله بسیار خوب، میشه شروع کنیم تا اینکه دوستای ما درباره پرنده بهشتی بیشتر بفهمن و دیگه که زیاد منتظرش نمون شکیلا جان. بله ببخشید مریم جان. بله پرنده بهشتی میگه پرنده زیبا، یکی از زیباترین پرندگان روی کره خاکی هست که پرندگان میگه شکل ظاهری پرنده موجودات زیبا و تکرار ناشدنی هست. یعنی چی؟ یعنی که رنگایشون تکرار ناشدنی است، یعنی رنگ میشن رنگ ظاهریشان البته و همچنان نوک قدرتمند و بلند داره و همچنان شکل دوم آنها میگه شکل دوم آنها متفاوت است. یعنی چی؟ رقم میتواند بعضی وقتا پله‌ای یا زینه‌ای باشه، بعضی وقتا بلند یا مستقیم باشه، یعنی به انواع و اقسامش بستگی داره. بله شکیلا جان، خودت گفته که چقدر نوک یا منقار بلند و قدرتمند داره تا بتونه تمام غذاهایی را که بخواد بخوره را با آسانی بتونه بخورشانه. بله. و همچنان که بسیار دوم مقبولی داره، بعضیشان خیلی بلند و چیز پله‌ای است مثل رایزی نواری است، ولی بعضیشان کوتاه و مستقیمی باشه که واقعا زیاد زیبا هستن. شکیلا جان ببین طرف رنگ پرهایشان، همونطور که ما میبینیم رنگ پرهایشان متنوع و مختلف و مقبول هست و بسیار با رنگ‌های زیاد زیبا و مقبول و دیدنی پیدا میشن که ما میتونیم ببینیم و رنگ طلایی پیدا میشه، و رنگ سرخ پیدا میشه، رنگ آبی، سفید، حتی میتونیم بگیم رنگ قهوه‌ای، خیلی رنگ‌های زیاد پیدا میشه که واقعا خیلی زیاد جذاب و زیبا و مقبول هستن. و دیگه که اینا بسیار زیاد میگه که بعضیشان که هستن انواعشان بسیار سایه مانند تو انواعشان مثلا براق است، تو رنگ پرهاشان براق و درخشان هست و بعضشان هم تو رنگ پرهاشان قسم تیرگک است، مثل بعضشان ما دیدیم که قهوه‌ای رنگ بود، یعنی که رنگش کمی تیره تر بود، اما بعضشان که تو رنگ سفید و زرد داره بسیار درخشان معلوم میشه. بله دقیقاً این پرنده خیلی زیباست، واقعا خیلی زیباست و همچنان میگن نرها معمولا از ماده‌های کره ظریف‌تر و زیباتر هستند و همچنان از این زیبایی خود برای بازی‌های پیچیده، بازی‌های جالب اینا استفاده میکنن. دوستان نازنینم میگه در مجموع 45 گونه این پرنده میگه در کره زمین وجود داره و همچنان اینکه هر یک از آنها میگه دارای ویژگی ها و اقسام انواع مختلف دارند. بله شکیلا جان، خوب گفته که 45 گونه هستن. بله. ولی دیدوش باز ما میگیم بعد از یک کارتون چی نظر داری؟ بله مریم جان، دوستای خوبم بریم یک کارتون خیلی زیبا ببینیم. دوباره با ما باشید. با ما باشید دوستان. دوستای خوبم، امید که از کارتون زیبا خوشتان آمده باشه و ما و مریم جان در مورد پرنده خیلی زیبا یعنی پرنده بهشتی براتون کم معلومات دادیم. بله شکیلا جان، خوب است ادامه شب بگویم تا اینکه در قلب موضوعات ما کارش گفته شدم. شکیلا جان پیشتر گفته که 45 گونه هستن همه پرنده بهشتی، اما 38 گونهشان که هست در جزیره ها پیدا میشه، در مناطق شرقی و شمالی قاره استرالیا پیدا میشه و همچنان که میگه برای اولین بار در قرن 16 هم همه پرنده بهشتی به قاره اروپا بردن توسط کشتی. بله چقدر جالب. بله شکل جالب این طرف مراقبت و سبک زندگیشان، گرایش زندگیشان. بله برم طرف سبک زندگی پرنده زیبا. میگه پرنده بهشتی در جنگل ها زندگی میکند و بعضی از آنها در مناطق بلند زندگی میکنند و خیلی زیاد میگه در درختان و گیاهان اینا رشد میکنند و در جامعه فعلی شکار پرنده زیبا ممنوع قرار داده شده. چقدر خوب است. بله شکیلا جان و دیگه ای که خود درست است باید ممنوع قرار داده شکارشان. خیلی زیبا هستید، بسیار زیاد زیبا هستن و دیگه یک خیلی نادر و کمیاب است که بله. ما نمیتونیم بگیم در تمام کشورها و قاره ها پیدا میشه، در جاهایی که خیلی مخصوص هستن در اونجا پیدا بله. میشه. پس هیچگاهی پرنده کسی شکار نباید کنه. بله. و دیگه رو بابا میگم شکیلا جان دیگه که بین طرف سب کمی پر زدنشان ما میگیم بله. وقتی که ما میگیم پرنده پس حتما دیگه پر میزنه. وقتی که اینا پر میزنن اگه کسی بخواد گردشگری بره و به خاطر دیدنشان بره خیلی زیاد خوشحال کننده و لذت بخش است. زمانی که ما ببینیم اینا پر میزنن، پرواز میکنن، از این سمت به این سمت میرن و دیگه زیبایی خودشان هم به نمایش میمانن. پس وقتی ما ببینیم از دیدنشان لذت میبریم. درست است که شاید در بعض مناطق باشه که مردم به این نیاز نداشته باشه به پر زدن از اینا به بودنشان، اما وقتی ما طرفشون میبینیم لذت میبریم و ما را زیاد خوشحال میسازن. بله دقیقاً. مریم جان چه خوب است برم طرف غذای اینا که اینا از چه استفاده میکنن. بله خوب است بگویم. بله میگه پرندگان بهشتی معمولاً میگه در مناطقی که دارای آب و هوای مناسب باشه در اونجا زندگی میکنه و به طریق مختلف میگه اینا از غذا مصرف میکنن. آنها میگه مثلا وقتی که در جنگل ها جابجایی شدن از گیاهان، از بذر گیاهان به حیث غذا استفاده میکنه و از میوه های کوچک. اینا خیلی دوست دارن که از میوه های کوچک به حیث غذا استفاده بکنن و همچنین بعضیشون میگه از حشرات مانند بقه هایی که در ریشه های درختان هستن یا پنهان میشوند از او استفاده میکنه، از چلپاسه های کوچک و بعضا از نمتنان هم اینا تغذیه میکنه و به حیث غذا از نمتنان استفاده میکنن. بله شکیلا جان خودت درباره غذایشان گفتی. بله ولی اینا میتونه که بعضی غذاها در روی تنه درختان بونه و از اونجا استفاده کنه، بعضیشان ممکن در روی برگ درختها باشه و بعضی تودهایی که از درختان میفته و اونا رو میتونه استفاده کنه. پس اینا هیچگاهی به خاطر اینکه غذایشان دست بیارن دچار کدام مشکل مثلا دچار کدام یکی نمیشه که غذا نداشته باشن یا مشکل نداشته باشن اصلا قسم نمیشه. اینا همیشه میتونن در هر صورت غذای مورد نیازشان چه کرم ها باشه، چه حشرات باشه، چه هم میوه‌جات باشه میتونن که استفاده کنن و بخورن تا اینکه همگیشان زنده بانن. بله دقیقاً. مریم جون چه خوب است بریم طرف تولید مثل این پرنده. بله تولید مثلشان بله. چه قسم است؟ بله بگویم. بله میگه در طول فصل جفتگیری این پرنده میگه پرندگان نر البته برای جذب شریک زندگی خود سعی میکنه چیکار کنه؟ برقصد و سعی میکنه این پرنده پرهای مقبول که داره را نشان بده و همچنانه که آنها میتوانند به صورت دسته جمعی یعنی به صورت گروهی یعنی چندین ده نفره یک جای میشه و این رقص زیبا را با همدیگه تماشا میکنند. بله چقدر زیاد جذاب و جالب هستن که به صورت گروهی رقصشان پروازشان انجام میده تا اینکه جفتگیری کنن و تا اینکه بتونن تولید مثل انجام بدن. و دیگر شکیلا جان میگه نرها از گونه‌هایی هستند که بدون پا هستند که پاهایی داره که خیلی کوچک است و قضیه دیده نمیتونن پاهایشانه و دیگه که رنگ طلایی داره، پرهای طلایی داره و دیگه که آنها میگه خیلی اینا وقتی که اینا پرشانو باز میکنن اینا رو بسیار بزرگ نشان میده وقتی که اینا پرشا باز میکنن و بسیار هم جذاب و زیاد مقبول هستن و سر خود پنهان میکنه. زمانی که اینا سخت پود کردن یا پنهان کردن مثل گل داوودی که یک نوع گل زیبا معلوم میشه. و دیگه شکیلا جان اگه اینا بخواید که جفتگیری کنن و جفتشان انتخاب کنن خیلی زیاد پرواز میکنن و خیلی کارهای مهم انجام میده، برگاره جمع میکنه و برگاره تید میکنه و بله از خلاصه که چیزایی که داره استفاده میکنه و یک که بتونه یک جفت زیبا و مقبول برشان انتخاب کنه تا اینکه تولید مثل زیبایی داشته باشن. بله دوستای ما شاید در ذهنشان این آماده باشه گل داوودی چی هست. گل بله. داوودی یک گل خیلی زیبایی هست که خیلی رنگ مقبول داره و هر رنگ آنها چی هست معنا و مفهوم خیلی خاص داره و همچنانه که میگه بسیاری از گونه‌های پرندگان بهشتی میگه تک همسر هستن، یعنی یک دونه همسر میگیرن و خیلی پایدار هم هستن در جفت خود و همچنان همین پرنده نر به همسر خود کمک میکنه تا لانه برای چوچه هایشان یا تخمهایشان بگذاره و همچنان که دوستای خوب مادران تخم گذاری میکنه و تخم بیشتر از 2 دونه مادران تخم گذاری نمیتونه یا نمیکنه. بله، یعنی که از 2 تا تخم بیشتر تخم گذاری نمیکنن. بله. کاش که بیشتر میکردن چون تعدادشان بیشتر بله. میشد خوب بود. متاسفانه نمیتونن. بله، خب هر دیگه خودشان میفهمن و بله. خدا میفهمه. بله. و دیگه که طول عمرشان تا 20 سال است. یعنی که طول عمرشان ماشاءالله زیاد است. بله. تا 20 سال میتونه که بعدشان هم زندگی کنه و زنده بمانه. و دیگه که میگه روی شاخه های درختان میگه که یک قسم جاهایی که برشان لانه میسازن یک قسم چقر جور میکنه، مثل کاسه هایی که چقر باشه و عمق زیاد داشته باشه میتونه که قسم لانه هایشان جور کنه و از او استفاده کنه و داخل از او هم چیکار کنه؟ زندگی کنه. و دیگه ای که پرنده ها واقعا خیلی زیبا بودن، ویژگی های خاص خودشان را داشتن و انشالله که همگی ما این پرنده رو بتونیم روز از نزدیک ببینیم انشالله. مریم جان پرنده خیلی زیبا، انشالله که دوستای نازنین ما چیزای خیلی خوب یاد گرفته باشن. بله، و دیگه اینا میفهمن شکل جان چیکار میکنه، حتی میتونه که شهد گل ها رو همچنان بیرون کنن و شاید مثلا استفاده کردن میتونه. اینا خیلی کارهای عجیب غریب انجام میدن درسی که غذا بخورن، تولید مثل کنن، زندگی کنن. حتی سبک زندگی همگیشان متفاوت تر از دیگر پرنده ها بود و بسیار معلومات جالب و زیبایی بود. انشالله که دوستای ما همگیشان از معلومات امروز خوششان آمده باشن. بله، انشالله دوستای ما مطمئنن که خیلی از معلوماتی که دادیم و پرنده زیبایی را که معلومات دادیم خوششان آمده. بله دوستا، تشکر میکنیم که تا لحظات با ما بودین. دایتم نقاشی با نصیبه جان باشین. خدا نگهدار. بله، خدا نگهدار.